به نظرتون یک کامیون 450 هزار کیلومتری رو وارد ایران بکنیم مشکلات زیادی بر نمیخوریم؟ چون خیلی از قطعات عمر مفیدشون تموم شدن. ببین، اولا قطعات کامیونی عمر مفیدشون بعید زیر 1 میلیون کیلومتر اگر درست تعمیر بشن تموم بشه. علتی که ما در ایران تو 100 هزار تا هم دچار اشکال میشیم کیفیت قطعات نیست. عرض کردم در مورد حالا پروژه کامیون چینی هم من اونجا هم به این نتیجه رسیدم. مجموع عوامل زیادیه، یکیش سوخته، یکیش جاده است، از همه اینا بدتر راننده است. این راننده اصولا تجربه ای نداره، آموزشی نمیبینه. همون چیزی که ببینید، شما همین الان تشریف ببرین امتحان پایه 2 رو ببینید، با ماشین 911 دارن امتحان میگیرن، با اتوبوس 302 امتحان میگیرن، یا موتورسیکلت دنده ای 125 50 سال کار کرده رو امتحان میگیرن. مثلا فکر کنید من موتور برقی اگر میرونم، واسه موتور اتوماتیکه، چرا باید اون رانندگی با اون وسیله عجیب و غریب رو یاد بگیرم که بخوام با این رانندگی کنم؟ خیلی از جای دنیا گواهینامه و ماشین اتوماتیک از گواهینامه ماشین دنده ای جداست. شما ماشین اتومات میخوای برونی، اصلا نمیخوای دنده ای سوار شی، اون گواهینامه خودشو بگیر، برای چی باید بری اینو بگیر؟ وقتی شما امتحان آزمونتون رو 302 ماشینی که دیگه گیر نمیاد، شما حتی باش تمرین کنی، دنده خودرو گاردانی عوض میشه، کابل هم نداره، 12 متر گاردان تعویض دنده داره، نمیدونم ولی شما میدونی من دارم چی میگم، و خیلی خیلی کار سختی تعویض دندهش، کلاچش روغنیه، 12 متر شما باید روغن رو برسونی اون تا که کلاچ رو بگیره، بادی نیست. شما وقتی چنین ماشینی رو برای آزمون انتخاب میکنی، خب ماشینام با همین کیفیت تعمیر میشن و استفاده میشن دیگه. برای همین هم حوادثمون زیاده، هم خرابیامون زیاده. ما زمانی که اکتوروس رو در ایران لانچ کردیم، شاید جالب باشه حالا آمار، 5% آمار خرابی اکتوروس داشتیم و این آمار اصلا برای بنز غیر قابل فهم بود. میگفت چطور میشه اکتوروس ذریب خرابیش، موتور خورجینی اکتوروس جز ریلایبل ترین موتورهای جهانه و ذریب خرابیش در 1 میلیون کیلومتر 0.5% بود، ما در 100 هزار تا 5% خرابی موتور داشتیم. ماشین اتوماتیک گیربکس خورد میکرد، اصلا اینو بنزین نمیفهمید. میگفت چطور میشه شما چجوری میتونین ماشینی که اتوماتیک گیربکس خورد کنین؟ میگفت این راننده رو به من نشون بدین که این چطور موفق شد. باور شاید نکنیم، ما مورد پیدا میکردیم که ماشین اتوماتیک رو در سرازیری خلاص میکرد، یعنی ماشین کامیون اتومات رو خلاص میکرد و خب گیربکس خورد میشد، ماشین از کنترل. این اتفاق در هوو هم میافتاد، در دانگفنگ هم میافتاد. من تا وقتی بنزو میگفتیم این کارو میکنه، همه معتقد بودن راننده اشکال داره، میگفتیم هوو میگفتن ماشین اشکال داره، کسی باور نمیکرد که این راننده همون کارا رو انجام میده. ببینید این اشکال راننده نیست، راننده اصلا آموزشی نمیبینه. الان راننده میره در سایپا دیزل یه دونه ما که حالا این طرح کلید به کلید دولت، من یکی از ایراداتی که بهش میگرفتم همین بود، مثلا بکنید یه دونه دافه حالا توی شمال خیلی زیاده 1961 رو اسقاط میکنه، ماشینی که من حاضرم شرط ببندم من نمیتونم، چون اصلا گیربکسش سنکرون نیست و باید شما بلد باشی با صدای موتور گیربکس رو جا بزنی. من تا حالا نتونستم ماشین گیربکس غیر سنکرون حرکت بدم. از این ورش میداری میخوای بنشینیش پشت مثلا یه افاش 12 اتوماتیک 550 اسبی، این ماشینی که من خدا سوار بوده موقعی که سالم بوده 120 اسب بوده، الان که معلوم نیست 60 اسب 40 اسب چی چیه. یا مثلا پشت اسکانیا 400 اسبی آر کلاس اتوماتیک مدل 2021 میخوای بنشینیش پشت این، فکر می‌کنی چجوری تحویلش میدن؟ سوئیچ میدن دستش، میگن برو سوار شو. بعد این مادر مرده نیم ساعت دنبال اون میخه میگرده که فرو کنه، که این ماشین رو روشن کنه. اصلا نمیدونه این کلسه، نمیدونه که کلاچ چرا نداره. اینه که من عرض میکنم و دیدم ها، ما تو سواری این رو دیدیم. ما یه دوره سواری ارزان قیمت اتوماتیکی رو در بخش خصوصی لانچ کردیم، شاید شما برات خنده‌دار باشه ولی این برامون اتفاق افتاده، تو سوابقمون است که افراد شکایت کردن از ما که ماشین کلاچ نداره و من میرفتم دادگاه میگفتم ماشین اتوماتیکه، معلومه که کلاچ نداره، من یه چیز بالاتر به این بنده خدا خودی ندیده بود اصلا ماشین کلاچ نداره. ما اونجا متوجه شدیم که ماشین رو آموزش بدیم. این آموزش در خودروی تجاری وجود نداره. راننده من سر اکتوروسا یه شکایتی داشتیم، 160 نفر شکایت کرده بودن که این ماشین دنده درست عوض نمیکنه. بعد نفر فنی ما رفته بود ایشون هم متوجه نشده بود، بعدن یکی از کارشناسا رفته بود معلوم شده بود اینا دنده رو از درایو میذارن رو منوال، این تا به موتور فشار در حد اوورهیت نیاد دنده رو سبک نمیکنه. بعد اینا میگفتن ماشین دور قرمز مدت ها کار میکنه تا دنده سبک شه، این فقط یه سلکتور اشتباه میذاشتن و به خاطر این چند تا موتور سوخته بود توی ایران. ببین اینا چیزای ساده ایه که شاید الان خنده‌دار به نظر برسه ولی اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد. شما ترمز اضطراری رو ماشین میذاری،
راننده کامیون نمیدونه ترمز اضطراری چیه. یکی میپیچه جلوش، ماشین اتومات ترمز میکنه، راننده هول میشه، کنترل ماشین از دست میده، چون یه ناگهان هم وای میسته و باعث تصادف میشه، باعث هزار تا مشکل میشه. ببینید فقط ماشین نو کردن که نیست، خیلی از مسائل هست. ناوگان رو میخوایم نو کنیم، پلیسمون هم باید نو بشه. پلیسمون آیا میدونه؟ یه دوره‌ای برای تست ترمز یه بزرگواری از این مدیران راهنمای رانندگی ماشینا رو میبرد پشت شهرک آزمایش، اونجا شیب داشت کامیونا رو، از بالا گاز میداد، نزدیکای انتهای خیابون شروع میکرد ترمز کوبیدن، خودش تو ماشین میشه. من یه بار این رو دیدم، بهش گفتم که آخه برادر حالا شما به خودت رحم نمیکنی، نکن احتمالی که ترمز نگیره وجود داره. اون بیچاره انتهای خیابون یه سوپرمارکته، اون بنده خدا چه گناهی کرده که شما بخوای بری تو مغازه‌اش که اثبات کنی ترمز این درست یا غلط؟ ببین اینا چیزاییه که وجود داره، تعارف هم نداره، واقعیت هاست، برخوردن هم نداره. ما اگر میخوایم چیزی رو نو کنیم، اگر میخوایم چیزی رو آپگرید کنیم، پلیس رو باید آپگرید کنیم، جاده سازیمون باید آپگرید بشه، راد همه چیز. شما تو این جاده های ایران این سرعت گیرا پدر مردم رو درآورده. بابا ما نمیتونیم به رانندمون یاد نمیدیم تابلو زدیم 40 کیلومتر تو 40 تا برو، باید مانع فیزیکی بذاریم که اون در حد چپ کردن براش اتفاق بیفته تا ترمز کنه بشه 40 تا، وگرنه وای نمیسته کسی که. این تجربه‌ایه که من مطمئنم شما از تمام مردم ایران بپرسید داره. شما خیلی دور برگردون و دور بزنی، اگر که نیای سرعتگیر نظری قبلش، هیچ کی ترمز نمی‌کنه. یعنی اون تابلوها هیچ اهمیتی نداره در ایران. ببینید ما اگر بناست آپگرید کنیم، همه چیز رو باید آپگرید کنیم. ولی من شخصا میگم، برگردیم به بحث کامیون و اتوبوس، من معتقدم، شدیداً هم اعتقاد دارم، واردات خودروی دست دوم در شرایطی که ایران امروز ایران توشه بسیار بسیار ضرورت داره. ما صنعت خودروی تجاری در ایران نداریم که بخواد از بین بره، ما کامیون سازی در ایران نداریم که بخواد از بین بره. البته داشتیم ولی ریشه‌شو خشکوندن یه طورایی. خشکوندن بله، اشتباهات بسیار. ما اتفاقا یک مستندی هم در همین بیتران گذاشتیم در مورد آقای قنچیان مرد با ما که توضیح دادیم که صنعت کامیون سازی ایران به جایی رسیده بود که ماک در حال سرمایه گذاری در ایران بود، 50% کامیون های ماک رو در ایران تولید میکردن. ما قنچی رو داشتیم، خانواده سوداوران رو داشتیم، بله خاور بود، شرکت خاور، شرکت ایدم. من پروژه موتور 355 رو خودم دست گرفتم، چون تجهیزات اونجا بسیار تجهیزات خوبی بود و اینو یورو 2 کردیم. حالا همینجوری هم دارن دوستان میبرنش بالا، یورو 2 کردیم، واقعا یورو 2 شد، یعنی توسط اف وی آلمان شد و اسناد مدارکش هم اروپایی بود. برای اینکه اون سرمایه گذاری که 50 سال قبل کرده بود اینقدر اصولی بود که من بعد از 50 سال تونستم موفق شدم با یک در واقع نقشه راه درست یه موتوری رو حفظ کنم که نصف قیمت موتور روز بود ولی با همون کیفیت و دورابیلیتی بسیار بالا.